سلام محسن کرواسی هستم در قسمت 4 5 و 6 این مجموعه ریتم های 1 4 و 1 8 و همچنین سکوتشون رو یاد گرفتیم در این قسمت میخوایم یه ریتم جدید یاد بگیریم که به ما قابلیت اینو میده که آهنگای خیلی بیشتری بنوازیم مثل همه قسمت های ریتما ها در پایان این ویدیو یه تمرین رو با هم انجام میدیم ولی در وبسایت من هر از تمرین اضافه میذارم که بهتون پیشنهاد میکنم اون تمرین رو انجام بدین و لینک صدای ضبط شدهش و از طریق سایتی که زیر شرح این ویدیو میذارم به عنوان کامنت زیر این ویدیو پست کنید من سعی میکنم به شما فیدبک بدم اگر هنوز تو این کانال عضو نیستید میتونید این پایین سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که هر وقت من یه ویدیو جدید میذارم شما مطلع به قسمت 16 آموزش پیانو و نوتخونی خوش اومدید در ویدیوهای قسمت 4، 5 و 6 که لینکشون رو در قسمت شرح این ویدیو میذارم ما ریتم های یک چهارم و یک هشتم رو یاد گرفتیم همچنین سکوت یک چهارم و سکوت یک هشتم اگر اون قسمت رو ندیدید بهتر که برید اول نگاه کنید به روشی که ما یاد گرفتیم گفتیم که به نوت یک چهارم میگیم تا و به نوت یک هشتم میگیم تی و به دو تا نوت یک هشتم میگیم تی تی در این قسمت یه ریتم جدید یاد میگیریم در وهله اول شبیه نوت تا یا یک چهارمه ولی توش خالیه به این نوت میگن نوت یک دوم یعنی از لحاظ زمانی دو برابر نوت تا یا یک چهارم طول میکشه یعنی اگه نوت تا رو یک ضربه مترونوم بعد نگه داریم این نوت رو دو ضربه بعد نگه داریم سکوتش هم داریم به این شکله به نظر من شبیه یک کلاهه که این قسمتش به سمت بالا هست یعنی روی خط میافته اینو میگم چون یه سکوت دیگه هم داریم که بعدا خواهیم دید و اون قسمتش پایینه در مورد سکوتش این دور کلاه هنگام نوشتن کاغذ موسیقی با کامپیوتر معمولا روی خطوط حامل میفته و شما فقط این قسمتش رو میبینید مهم اینه که این قسمت بالای خطه چون این چیز دیگه ایه خب بریم سراغ خود نوت یک دوم به روش آموزشی که ما گرفتیم اگه بخوایم یه اسم بهش بدیم که تو ذهنمون خوب بمونه و کمک کنه که هنگام نواختن به یاد این اسم ریتمو درست بنوازیم بهش از این بعد میگیم تا آ چرا میگیم تا آ؟ چون اگر ضربه های و تا یا یک چارم تصور کنیم این دو تا ضربتون میکشه پاون نوت یا دکمه رو به اندازه دو ضرب باید نگه داریم ضربه اولشو میگیم تا و ضربه دومشو از حرف آ کمک میگیریم و مهم اینه که دکمه رو در هنگامی که این دو ضربو داریم میگیم باید نگه داریم به این مثال نگاه کنید که بهتر متوجه شید. قبل از اینکه مترونوم رو روشن کنین، بذارین ضربه های آهنگ خودمون مشخص کنیم. بعدش با مترونوم گوش میدیم ببینیم درست مشخص کردیم یا نه. خب، گفتیم که ضربه های مترونوم رو یک چهارم تصور کنیم. پس ضرب اول اینجا میافته. ضرب بعد اینجا و ضرب بعد اینجا ضرب, بعد اینجا. ضرب بعدی مترونوم اینجا میفته این نوت یک دومه یعنی دو ضرب ضرب بعدی مترونوم هم اینجا میفته توی این هنگام ما این نوتو هنوز نگه داشتیم ضرب بعدمون اینجا میفته ضرب بعدی اینجا به این صورت اینجا اینجا و ضرب بعد مترونوم اینجا میفته یعنی ما این نوتو یا دکمه رو تا اینجا باید نگه داریم ضرب بعدی اینجا و ضرب بعد این میون که معنیش اینه که ما این نوت رو باید تا اینجا نگه داریم ضرب بعد هم اینجا به این قسمت نگاه کنید هنگام نوشتن این آهنگ یا چاپ این کاغه است به هر دلیلی این میزان از این یکی کچیکتره ولی این هیچ دلیلی به اندازه ریتما نداره مهم فقط شکل ریتما هستن یعنی فاصله فیزیکی این نوت تا این نوت هیچ تأثیری روی نواختن اونا نداره فقط باید نگاه کنی که نوع نوت ها چه نوتی هستن ضرب بعدمون اینجا میفته ضرب بعدی اینجا پس معنیش اینه که این نوت تا اینجا باید نگه داریم ذره بعد اینجا و بعدش هم چیزی نداریم حالا میخوایم این آهنگ رو با مترونوم بنوازیم مترونوم رو باید روی سه چارم تنظیم کنیم و تمپوش هم بذاریم روی شست اگر نمیدونیم که مترونوم چجوری تنظیم کنیم بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوی قسمت 15 رو نگاه کنید تا 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 آ تا،, تا 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 آ تا آ تا تا, تا، آ تا به های یک دوم دقت کنید. موقعی که این ها رو می زنیم، دستمون به اندازه دو ضرب باید روی نوت باقی بمونه تا تا،

خب حالا برای اینکه بفهمم درست متوجه شدین شما به من بگین فرق این دو میزان چیه میزان اول نوت تا داریم بعدش سکوت یک چهارم بعدش دوباره تا میزان بعدی یه نوت یک دوم یا تا آ داریم بعدش هم یه نوت تا بذارین گوش بدیم ممکنه تفاوتشون رو از پای کامپیوتر یا حتی پای پیانو اگه زیاد دقت نکنی متوجه نشین ولی در این ساز بادی یا ویالون تفاوتشون خیلی محسوسه مثلا اگر بخوایم این دو میزان رو با ملودیکا بزنیم میشه پس خیلی مهمه که از لحاظ تئوری اون نوت یک دوم رو به اندازه دو ضرب نگه داریم حرف ملودیکا شد اگر این دوره رو در این دنبال میکنید شاید ندونید ولی الان شما قادر به نواختن اصولی ساز ملودیکا هم هستید که کاملا مثل پیانوه صدای گرمی داره و میشه از سی تا چل دلار تهیهش کرد پس با یه تیر دو نشون زدیم راستی ضرب مسئله که تو بلژیک و هلند و یه سری کشورهای اروپایی برای با یه تیر دو نشون زدن استفاده میشه بهش میگن با یه ضربه دوتا مگس رو کشتید که فکر کنم ریشه لاتین داره و اشاره داره به اینکه با انجام یک کار دو تا مشکل رو حل کردید خب برگردیم سر پیانو بذارید یه تمرین با هم انجام بدیم خب به این آهنگ نگاه کنیم به سر خط نگاه کنید دیس که نداریم نوشته که این آهنگ در هر میزانش چهار تا نوت یک چهارم یا چهار تا نوت تا از لحاظ زمانی باید توش جا بشه مترونوم رو میتونیم از این طریق تنظیم کنیم مترونوم میذاریم روی شست و برای اینکه حس چهار چهارم به اون دست بده اگر مترونوم شما این قابلیتی داره چهار چهارم هم روش تنظیم میکنیم اگر نمیدونیم مترونوم رو چجوری تنظیم کنیم بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو قسمت 15 رو نگاه کنید خب بعدش باید ضربه های مترونوم مشخص کنیم ضرب اول که اینجا میفته همزمان با نوت اول ضرب بعد اینجا ضرب بعد اینجا که در کلید سل چیزی نداریم ولی در کلید فا نوت داریم ضرب بعدم اینجا ضرب بعدمون اینجا ضرب بعدی مترونوم اینجا میفته معنیش اینه که این نوت از اینجا تا حدودا اینجا باید طول بکشه دو ضربه، یک دو ضرب بعدیمون اینجا میفته در کلید سل چیزی نداریم در کلید فا یه نوت داریم که اونم یه نوت یک دومی یا تا آ پس دو زرب طول بکشه یکی دو تا پس تا اینجا بعد این نوت نگه داشته شه ضرب مترونوم اینجا میفته ضرب بعدی مترونوم اینجا 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 زر بعدی دوباره اینجا و اینجا و هنوز ما این نوت بعد باید نگه داریم تا اینجا چون که از دو تا نوت یک چهارم تشکیل شده زر بعدی اینجا میفته زر بعدی هم اینجا پس این نوت هم باید تا اینجا نگه داریم دو تا یک چهارم زر بعدی اینجا اینجا که زر بعدم اینجا میفته پس این نوت هم اینجا تا اینجا یعنی دو ضرب بعد نگه داریم ضربت اینجا ضربت اینجا ضرب بعدش اینجا پس این نوت معنیش اینه که تا اینجا بعد نگه داشته شه ضربت اینجا این دو تا یک هشتمه ضربت اینجا میفته اینجا در کلید سول یه دونه تا یا یک چهارم داریم در گرید فا یه دونه یک دوم داریم بعد اینجا همزمان با این نوت تو کلید سل میفته ولی در کلید فا هنوز اون ضرب رو نگه داشتیم تا اینجا زربت زربت اینجا زربت اینجا میفته زربتی هم اینجا میفته در کلید سل و فا هر دوشون دو تا نوت یک دوم داریم معنیش اینه که اونا دو بعد طول بکشن پس تا اینجا باید نگه داشتشن هر دوشون زر بعدی اینجا زر بعد اینجا همطور که میبینید هر دو تا نوت بعد تا اینجا نگه شن چون دو تا زر یک چهارم هستن اینجا 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 پس این نوت میدونیم که دو زر بعد نگه شه، یعنی تا اینجا زر بعد اینجا،, اینجا اینجا این صورت اینجا 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 در میزان آخر در کلید سل یه نوت یک دوم داریم در بعد اینجا میفته این نوت یک دوم در کلید سل تا اینجا باید نگه داشته شه چون دو تا ضربه زر آخری اینجا که دو تا ضرب طول میکشه پس تا اینجا باید نگه داشته شه برای کلید فا هم به همین صورت معنی چار چهارم اینه که در هر میزان چار تا نوت یک چارم داریم بذارین به چند تاشون نگاه کنیم ببینیم درسته یا نه میزان اول یک دو سه چار درسته فرض کنید این میزان یک دوم و یک دوم میشه چار تا نوت یک چارم و چهار ضربه توی نوت یک دوم دو تا نوت یک چهارم جا میشه تو این نوت هم دو تا نوت یک چهارم پس میشه چهار چارم. اینجا یک چهارم دو تا یک چهارم پس شد سه چارم، یه دونه یک چهارم هم اینجا میشه چهار چارم. اینجا دو تا یک چهارم یه دونه یک چهارم که این دو تا یک هشتم است میشه سه چهارم این هم میشه چهار چهارم در هر میزانش چهار چهارم خواهد بود خب بزنین این آهنگ رو با هم میزان به میزان اول بدون مترونوم با هم بنوازیم چون مترونوم با اینکه خیلی کمک میکنه ولی انگار دنبال آدم کردن و نباید از ریتم عقب بمونیم پس برای اولین بار بهتره که بدون مترونوم بزنیم نوت اولمون میه و پیشنهاد داده که با انگوش شماره یک بزنیم پس انگشت شماره یک که شسته میذاریم روی می در ضرب اول توی کلید فا چیزی نداریم ولی اگه جلوتر نگاه کنید میبینید که اولین نوتی که تو کلید فا خواهد اومد نوت دوه و پیشنهاد داده با انگشت شماره دو بزنیم پس من دستم و اینجا حاضر میذارم جوری که انگشت یکم روی ره ولی انگشت دو که اولین نوت که کلید فاخر بود روی دوه پس میشه تا 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 اینا همشون یه ضرب بودن مشکل نیستش بریم به میزان بعد تا ا تا ا دقت کنین که دو ضرب طول می کشن. هم برای کلید سول تا آ تا آ سعی کنید همزمان با من اگه امکانشو دارید بنوازید این نوتا رو در وبسایت من میتونید دانلود کنید پس اگه امکانشو دارید میتونید همزمان با من بنوازید به میزان بعدی میریم تا 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 و میزان بعد تا آ تا آ میزان بعدی تا تا آ تا به میزان بعد تا آ تی تی تا به تی تی دقت کنید هر دو تا تی 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 باید در یک ضرب جا بشن پس دوباره نگاه کنید تا ا تی تی تا میزان بعدی نوت اول کلید فا یه دونه یک دومه که دو ضرب طول بکشه و در کلید سل دو تا یک چهارم داریم در اولش خیلی ها کسایی که میپرسن چجوری ما دست چپ و راست رو با هم همزمان بتونیم خوب بنوازیم میتونین از دست چپ یا راست کمک بگیرید در مواقع مختلف میتونید از دست چپ برای نواختن دست راست کمک بگیرید از لحاظ ریتمی و بعضی وقتا برعکس اینجا منظورم اینه که من میدونم که دست چپم بعد نوت تا آ یا یک دوم بزنه تا آ دو ضربه توی کلید سل من دو ضرب دارم پس میتونم اون دو ضرب رو به جایی که تو ذهنم تا آ بگم استفاده کنم برای اینکه از لحاظ ریتمی نوتی که توی کلید فا رو درست بزنم پس نه کنید نوت ر توی کلید فا دو ضرب طول میکشه اون دو ضرب رو برای اینکه بهتر بتونم برای خودم بگم از اون دو ضربی که اتفاقی توی کلید صلح هست استفاده میکنم میزنه بعدی اینجا هر کدوم از نوتا دو تاست دو ضربه تا آ تا آ میزان بعدی پس اگه بخوایم با ضربش بگیم میشه تا تا آ تا میزان بعدی میزان آخر اینجا هم به همین ترتیب من توی کلید سل یه دونه نوت یک دوم یا تا آ دارم میتونم تو ذهنم هم بگم تا آ ولی خب میبینم توی کلید فا دو تا تا هست پس از لحاظ زمانی اونو استفاده میکنم برای اینکه بدونم نوت کلید سل که لا هست رو تا کی بعد نگه دارم حالا مترونوم رو میذاریم روی تمپو 60 و اگه قابلیتش رو داره می‌ذاریم روی 4 چار 4 ویدیو رو جلو عقب کنید و هنگامی که نوت یک دوم دارین نگاه کنید که دکمه به اندازه دو ضرب باقی مونده اگر این ویدیو براتون مفید بود میتونید برای حمایت لایک کنید بهتون پیشنهاد میکنم که تمرینی توی وبسایت رو حتما انجام بدید و لینک صدای ضبط شدهش رو زیر کامنت این ویدیو بفرستید که بهتون فیدبک بدن